کتابی که تنها معجزه پیامبر مسلمانان خونده میشه ولی شواهد بسیاری در دسته از اینکه متن این کتاب نه الهامی منحصر به فرد از طرف خدای مسلمانان بلکه کپی ناشیانه ای از دعاها و مکتوباتی بوده که همزمان یا پیش از دوره پیامبر مسلمانان ثبت شده به دست کسانی که دست کم یکی از اونها ایرانی معرفی میشه در صورتی که به باورهای مذهبی خودتون تعصب دارین و از شنیدن چیزی برخلاف باورهاتون به خشم میاین لطفا ادامه این ویدیو رو نبینید و صفحهش رو همینجا ببندید در دو ویدئویی که لینکشون در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب اضافه شده از نظریه ها و شواهدی صحبت شد که بر اساسشون بخش هایی از این کتاب که تنها معجزه پیامبر مسلمانان خونده میشه از دعاهای مسیحیانی برداشته شده که نزدیک به 100 سال پیش از دوره پیامبر مسلمانان به زبان آرامی سوریانی نوشته شده بودند و در صورتی که ترجمه آرامی این بخش قرآن رو در نظر بگیریم متن این کتاب معنایی به مراتب متفاوت از معانی امروزینش خواهد داشت و بخش از احکامی که به پوشوانه این آیات حتی در عصر امروز بر زندگی روزمره مسلمانان اعمال میشن از بین میرن اما بحث ها درباره تحریف ها و تغییر ها و کپی کاری های نویسنده های قرآن از نوشته ها و مکتوبات کهن تنها به متون آرامی مسیحیان محدود نیست. بخشی از جستجوهای ما در این باره ما رو به کانالی در همین یوتیوب رسوند متعلق به مردی به اسم برادر اسماعیل. لینک این کانال رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. اون برای 16 سال مسلمان بود و تا مدت ها محتوای ویدیوهاش در دفاع از مسلمان شدن خودش و تلاش برای اثبات حقانیت اسلام بود اما بعد از مدتی و با بیشتر شدن سوالهای مخاطبان درباره اموری مثل برخورد مسلمانان با کسانی که کافر خونده می شدن یا تجاوز به زنان اسیر در دست مسلمانان اون که نمیتونست توضیحی در این باره بده خودش هم در اصل و ماهیت باورهای مسلمانان دچار تردید شد و محتوای کانالش هم به همین شکل تغییر کرد اون هم در یکی از ویدیوهاش به کپی واژه به واژه بخشی از دعاهای مسیحیان در متن قرآن پرداخته و بحث رو کمی مفصلتر هم کرده و در ادامه از فرد ایرانی صحبت میکنه که یکی از آثارش به صورت سوره ای در قرآن اومده لینک این ویدیو رو هم مثل میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید بحث برادر اسماعیل با اشارات و آیه هایی از قرآن شروع میشه که درباره شعر و شاعری هستند و بخش زیادیشون پاسخی به نظرات کسانی که پیامبر مسلمانان رو شاعر خوندن در این سری آیه ها بارها تاکید میشه که این کتاب حاصل کار یک شاعر نیست مثل این آیه یا این آیه در سوره یاسین پرسش اینه که چرا نویسنده این کتاب تا این حد روی شاعر نبودن پیامبرش تاکید داشته؟ البته پاسخ هم در متن خود همین کتابه کسانی که در ابتدای ظهور اسلام با محمد پیامبر مسلمانان مخالف بودند اون رو متهم به شاعری می‌کردند در سوره انبیا آیه 5 به نمونی از این اتهامات اشاره شده و اومده که کسانی پیامبر مسلمانان رو شاعر خوندن. همینطور در سوریه صافات این آیه رو داریم که از اصطلاح شاعر دیوانه استفاده شده و در آیه سی سوره تور باز از کسانی صحبت میشه که پیامبر مسلمانان رو شاعر میخونن. در بحث های مسلمانان علت معجزه بودن کتابشون اینه که پیامبرشون فردی بی سواد بود و به همین دلیل نمیتونسته بدون الهامات از نیروی برتر آیه ای از قرآن رو بیاره. بسیاری از مردمانی هم که در اون دوره بهش ایمان آوردن افراد بی بودند بودن که بر اساس تجربه شخصی این استدلال براشون معنا داشت. ولی بحث اینجاست که در صورتی که این افراد سواد خواندن داشتن و میتونستن مکتوبات در دسترس زمان خودشون رو بخونن متوجه میشدن که مشابه این آیاها پیش از دوران محمد نوشته شده و شواهدی هم که از متن خود این کتاب مرور کردیم میشه متوجه شد که دسته ای از افرادی که سواد داشتند و متوجه این کپی کاری ها شدن نظرشون رو در مخالفت با این کار پیامبر مسلمانان علنی کردند و آیه های مورد بحث هم پاسخی بوده به نظرات همین افراد اما چرا اونها بحث شعر و شاعری رو پیش کشیدند؟ و با در نظر داشتن این ادعای مسلمانان که محمد بی سواد بوده و نمیتونست این آیه ها رو از خودش بیاره سوال بعدی این میشه که این شعرها از کجا می اومدن؟ اینجاست که پای فردی به این اسم به عنوان یکی از بحث برانگیزترین تاریخدانان و زبانشناسان بریتانیایی وسط میاد. دربارش که جستجو کنید توضیح بیشتر که که تیزدال از کشیش های وابسته به کلیسای بریتانیا بود که در تاریخ و زبانشناسی تخصص داشت و بخش زیادی از فعالیت های تبلیغیش برای آین مسیحیت در هند متمرکز بوده. اون به چندین زبان رایج در محدوده خاورمیانه از جمله عربی مسلط بود و بخش زیادی از پژوهش‌هاش به منابع استان و قرآن اختصاص داشت. تیزدال در تعاریف امروزین به عنوان شخصیتی اسلام ستیز تصویر میشه که برای تبلیغ آین خودش یعنی مسیحیت چهره اسلام و مسلمانان رو خدش دار کرده. اما هدفش هرچه بود نتیجه بخشی از تلاشهاش رسیدن به نسخه های از شعرهای منصوب به فردی ایرانی در دوری پیش از اسلامه. فردی به اسم امرول قیس این رشته اسامی نام کامل فردیه که به اسم امرول قیس میشناسیم اون از مردمان قبیله کنده بود که در طول دوره ای طولانی ساکن محدوده یمن امروز بودن و در دوره ای بیشتر آنها به شمال شبه جزیره عربستان مهاجرت می کنند. اما در دوره ساسانی کاملا تحت تسلط شاهنشاهی ایران بودند. برای همین هم هست که در نوشته های تیزدال امرول قیس به عنوان یک ایرانی معرفی شده. البته کمی که بیشتر دربارش جستجو کنید به این بحث هم می رسید که اون در دوره از فرماندهان یکی از شاخه های ارتش ایران در دوره ساسانی بوده. نکته کمی بی رفت ولی جالب هم اینه که اون جده اش قیس پدر جده همسر حسن دومین امام شیعیان هم بود. یعنی همون زنی که این امام شیعیان رو مسموم کرد. در پژوهشی هم که لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو میتونید پیدا کنید اینطور مطرح شده که ساکنان بندر کنگ در جنوب ایران هم از قبیله کنده هستند به ماجرای امرول قیس که برگردیم اون شاعر پیش توصیف شده که در شرابخوری و آمیزش با زنان زیاده روی میکرد و برای همین پدرش که از اشراف عرب بود رابطه خوبی باهاش نداشت با وجود مخالفت های پدر امرول قیس به یکی از معروفترین شاعران دوره پیش از اسلام تبدیل میشه و شهرت و محبوبیتش به حدی میرسه که یکی از آثارش مکتوب و به رسم اون زمان به عنوان یک شاهکار که همه باید ببیننش از در کعبه آویخته میشه یعنی با کسی سر و کار داریم که در دوره اسلام نامش شناخته شده و آثارش در بین کسانی که سواد خواندن داشتند معروف بود به بحث درباره فعالیت های تیزدال که برگردیم اون در میانه فعالیت هاش در زمینه ریشه های اسلام به نسخه ای از یکی از شعرهای های امرول قیس میرسه که در دوره پیش از اسلام ثبت شده بود و شباهت زیادی داشت به بخشی از آیه های یکی از سوره های قرآن. این تصویری از شعر مورد بحث و توضیحات تیزدا در کتابش اینطوره که بخش هایی که زیرشون خط کشیده شدن عینا در قرآن تکرار شدن. مشخصا در سوره قمر آیه یک، آیه 29، آیه ی سی و یک و آیه ی چهل و شش. در بخشی از توضیحات تیز دالین طور اومده که در مواردی یکی دو واژه از عبارت تغییر کرده ولی معنای عبارت تغییری نداشته توضیحی که بیشتر نشون میده کسانی که از متن اصلی کپی کردن سعی داشتن با همین تغییرات اندک کپی کاری خودشون رو مخفی کنند اگه اگر از متاسبانی هستین که به هشدار اول ویدیو توجه نکردین و دارین ویدیو رو میبینین این بخش درباره توضیحات برادر اسماعیل در پاسخ به مسلمانانی که سعی داشتن کپی برداری پیانبر مسلمانان از شعر یک شاعر دوره پیش از اسلام رو توجیه کنن و مهمترین دفاع مسلمانان اینه که قبیله قرش که مردمانش از باسوادترین و مطلع ترین افراد در دوره پیش از اسلام بودند و از پیشتازان شعر عرب در دوره خودشون هم به شمار می و در این حال بیشتری مقاومت رو در برابر پذیرش اسلام از خودشون نشون دادن هیچ وقت در باری کپی برداری محمد از شاعران حرفی نزدن. اما این ادعا بر اساس آیه هایی که در ابتدای همین ویدیو مرور کردیم رد میشه و میدونیم که در اون زمان کسانی بودن که محمد رو به شاعر بودن متهم میکردن و بخش از متن قرآن به طرح این اتهامات و پاسخ به اونها اختصاص داره نکته بعدی اینه که در مجموعه آثار امرول قیس که امروزه در دسترس نسخه از شعر مورد بحث رو پیدا نمی کنید که باعث شده مسلمان ها مدعی بشن که این شعر متعلق به این شاعر نیست در حالی که بررسی بیشتر نشون میده که بعد از طرح بحث ها درباره کپی کاری محمد از این شعر اون رو از مجموعه آثار شاعر اصلی حذف کردند تا زمینه ی حمله مسلمانان و فتواهای رهبرانشون برای قتل کسانی که این آثار رو منتشر کردن از بین بره و یکی از مهمترین بخش های بحث پاسخ به این سؤاله که محمد چرا باید به کپی کردن از شاعران رو بیاره؟ وزیهش هم اینه که به نظر میرسه در ابتدای ادعای پیامبریش در مکه یعنی زمانی که اولین سوره رو به اسم الهامات الهی به مردم عرضه کرد بسیاری از مخاطبانش اهمیتی بهش ندادن یعنی مکتوباتی که معجزه محمد خونده میشه خیلی برای عربی که توازن کلام براشون اهمیت داره جالب توجه نبود پس محمد لازم داشت که آیات و سوره های بعدیش رو متوازن تر و از نظر کلامی زیباتر کنه. این کار با دزدی از آثار شاعران رخ داده و برای محکم کاری تعداد زیادی از شاعران یا کسانی که با آثار کپی شده آشنا بودند در همون دوره کشته شدند. این فهرست کسانی که دستور قتلشون در دوره پیامبر ساده شده و لینکش رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. در این فهرست دست کم پنج نفر به اتهامی در ارتباط با شعر و شاعری کشته شدند. نفر اول زنی به اسم اسما و در بررسی علت صدور فرمان مرگش میبینید که ظاهرا اون با نوشتن شعر به مخالفت با محمد برخواسته بود. همینطور نفر دوم که یک شاعر یهودی معرفی شده و اینطور اومده که با شعر به مخالفت با محمد برخواسته بود یعنی احتمالا در پاسخ به کسانی که در دفاع از قرآن مدام درخواست میکنن که مخالفانشون آیه ای مثل این کتاب بیارن شعری رو به عنوان اثری مشابه سوره ای از قرآن ارائه کرده و در جا همون مسلمان ها کشتنش یکی از ویدیوهای بردار اسماعیل با خانش موزون یکی از شعرهایی تموم میشه که ظاهرا محمد ازش کپی کرده و میتونه مثال خوبی باشه برای کسانی که مدعی هستن هیچ کسی نمیتونه سوره ای مثل قرآن بیاره حتما در صورتی که منابع بیشتری درباره این بحث پیدا کنیم در ویدیوهای بعدی به سراغش میریم از جمله کتابهایی که در این چند ویدیو ازشون اسم بردیم مثل همیشه هم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین لایک و کامنت یادتون نره کتابی که تنها کتابی که تنها معجزه پیامبر مسلمانان خونده میشه ولی شواهد بسیاری در دسته از اینکه متن این کتاب نه الهامی منحصر به فرد از طرف خدای مسلمانان <applause> کتابی که تنها معجزه پیامبر مسلم بحث برادر اسماعیل با اشارات و آیه هایی از قرآن شروع میشه که درباره شعر و شاعر بحث برادر اسماعیل بحثی بحث برادر اسماعیل با اشارات و آیات بحث برادر اسماعیل با اشارات و آیه‌هایی از قرآن شروع میشه که درباره شعر و شاعری هستند بحث برادر اسماعیل با اشارات و آیه‌هایی از قرآن شروع میشه که در در بحث های مسلمانان دلیل معجزه بودن در بحث های در بحث های مسلمانان در در بحث های مسلمانان دلیل دل معجزه بودن کتابشون اینه که پیامبرشون فردی بی سوا فردی در بحث های مسلمانان دلیل معجزه بودن کتابشون اینه که پیامبرشون فردی به ماجرای امرول قیس به ماجرای امرول قیس که برگردیم به ماجرای امرول قیس که برگردیم اون شاعر پیشه ای توصیف شده که در شرابخواری و آموزش آمیزش به ماجرای امرول قیس که برگردیم اون شاعر پیشه ای توصیف شده که در شرابخواری به ماجرای امرول قیس که برگردیم اون شاعر پیشه ای توصیف شده که در شرابخاری و آمیزلم به ماجرای امرول قیس که برگردیم اون شاعر پیشه ای توصیف شده شعر شاعر شاعر اون شعر شعر سایر شاعران رو به اسم خودش منتشر می